مردم در نامه‌هایشان افراد کاملاً غریبه را با عباراتی معادل ارباب عزیز خطاب می‌کردند و امضاهایی را که قرار بود نامی را باشند به همراه سرهمبندی کردن کلماتی حاکی از ارادت احمقانه‌شان به شخصی که وجودش برای نویسنده نامه پشیزی ارزش نداشت در پای آن می‌انداختند. جدان در جدشان مایل بود حقوق و کیفیت هایی به جامعه اعطا کند که از اعطای آن به افراد جامعه سرباز می زد. به همان اندازه‌ای که مذهب پیشینیان آنها را تحت تأثیر قرار داده بود، اقتصاد آنان را به خود مشغول می داشت. آنها مردمی سطحی، بی توجه و کوته بین بودند. بیش از هر نسل دیگری تمایل داشتند افراد نابغه را نادیده بگیرند و افتخار کشف دوباره آن افراد را به عهده ما رها کنند. از این روز که ریچارد سیناترا در زمان حیاتش جنگلبانی گمنام در زیر درختان کاج تیلاورایت در رویا فرو رفته یا مشغول خواندن اشعار شگفت‌انگیزش برای سمورهای جنگل سن ایزابل باقی ماند، در حالی که همه سیناترای رفتاران اصالت روح معروف بودند، به سوی احمقانه ترین نوع حدسیات اسبق در مورد تجربه کشاند و باعث شد حاضر چون بفهمد چه اتفاقی می افتد. از آن سفر دریایی تنها اینها به یادم مانده است. با رسیدن به نیویورک، مسافران مکان به همان اندازه مسافران زمان که آسمان خراش های از مد افتاده را می پیمودند تحت تأثیر قرار می گرفتند. البته این وچه تسمیه مناسبی نیست، چون رابطه آنها با آسمان به ویژه در پایان اسیری روزی گلخانه‌ای به هیچ وجه رابطه ای نبود که تماسی خراشگونه را در ذهن بیدار کند، بلکه به گونه توصیف ناپذیر، ظریف و بی سر و صدا بود. در چشمان کودکانه من که گشادگی فراخ پارکی را می نگریست که قبلا مرکز شهر را آراسته بود، آن آسمان خراش های دور، بنفش رنگ و به طرزی عجیب اقیانوس گونه به نظر می رسیدند. مخصوصا که اولین انوار محتاطانهشان را با الوان غروب در هم می آمیختند و با نوعی صفای رویایی درون پرتپش ساختار نیمه شفاف خود را ظاهر می کردند. کودکان سیاه پوست به آرامی روی تخت سنگهای مصنوعی نشسته بودند. درختان اسامی دو کلمه لاتینشان را بر تنه‌هایشان به نمایش گذاشته بودند. همانطور که رانندگان تاکسی های خپل، جلف و سوسکی شکل که به طور کلی در ذهن من به جلفی آن دستگاه های پخش موسیقی خودکار میمانند که وقتی دچار یبوست موسیقیایی میشوند، فرو کردن سکه کوچک در آنها نقش معجزه آسای مسهل را بازی مانه آبی و خسته روزولت شکلش یا دخترکی ملبس به یونیفرمی جلف با لب زیرین بیش از حد متورم، آن قنچه کردن لب، آن دام بوسه ابوسانه، آن مد زود گذر در جذابیت زنانه 1950 و آن نغمه فراموشی ناپذیر مخلوط صداهای ترافیک که از خیابان به گوش می رسید. این طرح ها و اشکال موزون که مسئولیت موشکافی آگاهانه آنها تنها به عهده زمان است، به گونه ای داروخانه را به جهانی متصل می کرد که در آن انسان فلز را می آزرد و فلز تلافی می کرد. من در نیویورک به مدرسه رفتم، بعد به بوستون نقل مکان کردیم، سپس از آنجا هم نقل مکان کردیم. به نظر می آمد که همیشه مسکنمان در حال تغییر است و بعضی از این خانه ها از بعضی دیگر حزن‌آورتر بودند، ولی فرقی نمی کرد که شهر چقدر کوچک باشد. همیشه در آنجا محلی پیدا می شد که لاستیک دوچرخه را تعمیر کنند و محلی که بستنی بفروشند و محلی که عکس های فیلم ها را نشان دهند. به نظر می رسید دره های تنگ کوهستانی را به دلیل پژواکشان چپاول کرده اند. اینها را با دارویی مخصوص از عسل و لاستیک مداوا می کردند تا اینکه لهجه غلیظشان با حرکات لب عکس های پشت سر همه روی صحنه به سفیدی ما در سالن های ارغوانی تاریک هماهنگ می شد. مردی با ضربه مشتش هم نوعش را بر برجی از سبدهای روی هم چیده شده می انداخت.
دختری با پوستی بسیار نرم ابروی کشیده را بالا می آورد. دری با آنگونه صدای ضربه خارج از قاعده که از ساحل دور دست رودخانه‌ای به گوش می رسد که در آنجا مردان به هیزم شکنی مشغول بودند بسته می شد. آنقدر سن دارم که قطارهای درجه دو را هم به خاطر بیاورم. وقتی نوزاد بودم می پرستیدمشان. وقتی پسر بچه بودم از آنها به سمت انواع پیشرفته به سرعت رو گرداندم. با پنجره های فرسوده و چراغ های کمسویشان هنوز گاهی به سنگینی از میان رویاهایم عبور می کنند. ظاهرشان را می شد به جهت بار آمدن فاصله پنداشت، به جهت پس و پیشی کیلومترهای فتح شده. اگر نوشکفتگی خود را تسلیم عمل خاکه های زغال سنگ نمی کردند تا به این ترتیب با دیواره های کارخانه ها و ساختمان های زشتی برابر شوند که به همان الزامی به استقبال شهرها می روند که قواعد دستور زبان و لکه جوهر به استقبال دانش مرسوم می آید. فنجان های کاغذی قیفی شکل در انتهای یک واگن ذخیره شده بودند و می توانستند به نرمی آب سرداب مانند یک فواره کوچک مطیع را که سرش را با تماس دست عقب می کشید پیمانه کنند. مردان پیری که شبیه کشتیرانان سفید موی قصه های از این هم کهن‌تر بودند، گهگاه فریاد ایستگاه بعدی سر می دادند و بلیط های مسافران را که در میانشان اگر مسافرت به اندازه کافی طولانی بود، بی برو برگرد تعداد زیادی سرباز بسیار خسته ولو شده و یک سرباز مست و به شدت سرخوش که تنها رنگ پریدگیش او را به مرگ متصل می کرد، وجود داشتند که برجسته ای آنها را به عنوان موضوعی که نبوغش را در آنها تزریق کند و از این راه صیانت تصویرشان را از انهدام مصون دارد انتخاب نکرده است. از روی خطوط بر جای مانده از زائده سوختشان در تاریکی تشخیص می دادند. از این رو در شناخت شخصیت ها با آن طبیعت تعقیب کننده جنون‌زده‌شان، آن معتقدان به اصول تشکیلات سالاری پیرو لین رقابت می کردند. نقشه طرح ساخت بال یا بدنه هواپیما هر پسر بچه ای را بر سر شوقی خلاقانه می آورد و نمونه هایی که او از چوب پنبه و چوب سنوبر و گیره کاغذ می ساخت در طول زمان ساخت چنان هیجان افسون شونده‌ای برایش برمغان می آورد که در مقایسه با آن هیجان حاصل از اتمام کار ملال‌آور به نظر می آمد. گویی روح آن شی در لحظه ای که شکل آن به ثبات دست یافته بود به دور دست پرواز می کرد. جرساندن و علم در ذهن نگاه داشتن و هنر حالاتی است که روح علم و هنر برای خود نگه می دارند. ولی آنگاه که این دو یکدیگر را ملاقات کنند هیچ چیز دیگر در دنیا اهمیت ندارد. و حالا باید روی پنجه پا بازگردم و دوران کودکیم را در متعارفترین نقطهش، در انعطاف پذیرترین حالتش رها کنم. باز ایستاده از حرکت به واسطه صدای یک نواخت و ژرف که در بالای سر ارتعاش دارد و اوج می‌گیرد، بی حرکت ناآگاه از وجود دوچرخه رامی که رویش نشسته، یک پا روی پدال، شست پای دیگر در تماس با زمین آسفالت شده، چشمان، چانه و قفسه سینه به سمت آسمان عریان که در آن هواپیمایی جنگی با سرعتی باور نکردنی که تنها فراغی فضای حاملش، آنگاه که نمای جلو به نمای پشت تغییر می‌یابد و بالها و همه آن به دور دست‌ها مستحیل می‌شوند، حرکت آن را بدعی می‌کند. هیولاهای ستودنی، ماشین‌های پرنده عظیم همگی رفتند. آنها همچون دسته قوهایی که با صدای پرتوانی که از فراوانی بالها برمی‌خیزد در شبی بهاری در بالای دریاچه نایت زرمین از سمت ناکجا به جانب ناکجا پرواز کردند، محو شدند. قوهایی متعلق به نژادی که علم هرگز آن را تعیین نکرد، نژادی که قبلا دیده نشده است و پس از این نیز هرگز دیده نخواهد شد. و آنگاه به جز ستاره‌ای تنها در آسمان چیزی نماند.
مانند علامت ستاره که یک پاورقی کشف نشدنی را رهنمون می شود.